درود میفرستم خدمت همه شما خوبان عیزان من خب سر جنگ سوریه وقتی اتفاق افتاد اینا سال 2013 مقاله داشتم که آقا بشار اسد اون موقع با فهم خیلی اپوزیسیونی به حال با فهم خودم در اون شرایط سال 2013 با فهم خودم گفتم ماندن بشار اسد مقاله این بود ماندن بشار اسد بد است اما رفتنش بدتر است و اومدم گفتم آقا گروه هایی داره علیه بشار شکل میگیره که این گروه هایی که داره شکل میگیره ماهیتی سوپر اسلامی دارن و اینا خ... هنوز داعش شکل نگرفته بود دقت کنید داعش سال 2015 شکل گرفت اون داعشی که مطرحش من دو سال قبلش دیدم که البته من وقتی که اون مقاله رو نوشتم فهمم از جبه نصره بود یعنی واقعا خودم هم فکر نمیکردم. چیزی به شکل داعش داره در حقیقت شکل میگیره تا جنایاتی که جپ نصره میکرد خب خود, خود تکون میداد مثلا در یکی از تصاویری که جبه نصره انجام داده بود تو اون موقع سال 2013 یک سرباز حزب بحث سوریه رو کشت این سینش رو قشنگ با چاقو باز کرد و قلب طرف در آورد اینجوری نشون داد و گاز زد ببین این صحنه صحنه ای بود که من خیلی تکون داد حالا من فیلمش حالا بعد بگردیم پیدا کنیم ماجرا مال سال 2013 که اون موقع خیلی سر صدا شد بعد من این مقاله رو نوشتم که آقا این بشار اسد مخالفینش آدم خوارن رسما بعدش دو سال بعد حالا دیگه داعش شکلی گرفت و اینا کاری نداریم بعد من بعد از سال 2017 دیگه یه مقدار جدیتر مدافع حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه شدم چون اعتقاد داشتم به حال بشار اسد با ایران متحده باید حفظ بشه و ما باید بیرون از مرزهای خودمون کلونی های خودمون رو حفظ کنیم که از قبال این قضیه به حال هم دستاوردهای امنیتی داشته باشیم هم دستاوردهای اقتصادی خب این نظر من بوده نظرم هم درست بوده نظریه که نظر پادشاه فقیدم هست یعنی خود محمد رضا شاه همین کار رو میکرد بیرون از مرزهای خودمون تلاش میکرد کلونی های خودش رو حفظ کنه به مانند عمان تو جنگ زفار شرکت کرد یا در خود عمان رو گفتم بله در جنگ لبنان هم که حمایت های خودش رو از در حقیقت شیعه انجام داد همین امام موسی صدر که رفتش اونجا با آقای چمران هم چمران هم امام موسی صدر توسط محمد رضا شاه به صورت غیر مستقیم هدایت می‌شدند یکی از دلایلی که خمینی با چمران هم هیچ وقت آنچنان خوب نبود ریشه در همین شنیده ها و یا شایعاتی میومد که امام موسا سعد و آقای چمران با پشتیبانی غیر مستقیم محمد رضا شاه و خب ما در این راستا سندی داریم در کتاب فکر کنم جلد پنجم اسدالله خاطرات اسدالله که میگه میگه که رفتم دیدار شاه شاه رفته بودن سونا بندم رفتم باهاشون سونا و در سونا به من گفتن که اینقدر مقدار پولو برای شیعیان لبنان یواشکی بفرستید که اسرائیل نفهمه یعنی این چیزیه که تو جل پنجم خاطرات اسدالله اومده خب یعنی با مجموعی فهمی از بیرون از مرزهای خودمون باید پرکسی های خودمون رو شکل بدیم خب من با یک نگاه ملی مدافع حضور نظامی در سوریه بودم و هستم اینم بگم بهتون اما اتفاق کجاست یک جمهوری اسلامی داریم که با فهم شیعه صرفا این کارو میکنه و تباه هست یعنی کلا شعور ندارد الان صحبت رئیس کمیسیون مجلس در حوزه صنایع مجلس یعنی رئیس کمیسیون صنایع مجلس افشاگری مهمی کرده افشاگری که من چند وقت پیش کردم گفتم آقا جان شما گوساله این که بلند میشید میرید به حماس کمک میکنید به حزب الله کمک میکنید به سوریه کمک میکنید درست غلطش یک بحثه میتونیم بررسی کنیم آقا اینجا حمایت از اینا درسته یا غلطه اما در کلیت قضیه وقتی شما کمک میکنید به پراکسیا که ما این از زمان حقامنشیان هم داشتیم خب بعدش این یک آورده ای داشته باشه در چارچوب امنیتی و در چارچوب در حقیقت اقتصادی باید یک آورده ای داشته باشه ما در زمان هخامنشی آخ... ساتراب های خودمون حمایت میکردیم آورده هاشون همچنان در روی تخت جمشید هست یعنی در تخت جمشید نشون میده آقا ساتراپ های مختلف دارن خراج خودشون رو میارن مالیات خودشون رو میارن شما میره کشته میدی میری همه هزینه میکنی تو دنیا به حال دشمن تراشی برای خودت میکنی ولی وقتی که برداشت میخوای بکنی چون ذهنت فقط یک ذهن نابودگر جنگی است دیگه یعنی تو حوزه این که بریم به بکشیم اینا تو همون چارچوب فقط فکر میکنی هیچ برنامه در حوزه اقتصادی نداری و من اعلام کردم گفتم شما به این همه رفتی تو این مدت دارم اعلام میکنم که میری کشته میری نه ولی همه بنادر رو تو از دست دادی بندر ترتوس رو به یه شکل بندر لازقیه رو به یه شکل حتی معادنی چون مثلا معدن فسفات در تقریبا میتونیم بگیم شمال شرقی سوریه به شکل دیگر همه اینا رو از دست دادی نه که کار اقتصادی نمیکنه جمهوری اسلامی بسیار بسیار پایینتر از کسانیه که خواستن بشار اسد وردانن کل اقتصاد دمشق افتاده دست امارات آقای محمد بن زایدی که میخواست بشار اسد ورداره الان شده متحد اقتصادیش ما کشته دادیم آقای امارات داره سودش رو توی دمشق میکنه و در کلیت سوریه اردوغانی که همین الان ادلب و اشغال کرده کل اقتصاد سوریه رو تو دست گرفته اینجا دیگه افشاگری حالا ما این افشاگری رو کرده بودیم این صحبت ها رو کرده بودیم بر اساس آمار حالا رئیس کمیسیون سنای مجلس میگه اینجاست که ما با یک حکومتی طرفیم به هیچ عنوان نمیشه ازش حمایت کرد یعنی جمهوری اسلامی صرفا یک حکومت تباهه های خودشون خودشونو گوش کنیم. ما در قانون برنامه در لایه هم اومده بود مجلس هم تصویب کرد 8.5 درصد رشد صنعت 13 درصد معدن و 23 درصد تجارت این محقق نمیشه مگر با حضور حد اکثری بخش خصوصی مگر با باوری که در بدنه دولت بعد ایجاد بشه حضور این دولت دولت جناب آقای رئیسی یه فرصت استثنایی است امیدواریم با همت رئیس جمهور محترم دولت محترم و شما عزیزان بخش خصوصی با همکاری با هم افزایی این اتفاق بیفته که ما بتونیم در حوزه اقتصاد هم یک حضور قابل قبولی جناب آقای دکتر آقا محمدی فرمودن که ما حوزه نفوذ ما کجاست در سیاسی بله در نظامی بله ولی در اقتصاد هست نه ما رفته بودیم سوریه این همه شهید داده بودیم رفته بودیم با وزی... یک از وزرا اونجا گفتن ترکیه حضورش در بازارش 75 درصد ما 3 تا 5 درصد 3 تا 5 درصد بازار ترکیه در سوریه 75 درصد بازار سوریه اجناس ترکیه است سهم ما از بازار سوریه 3 تا 5 درصده دقت این خیلی نکته مهمی اینجا سوریه این همه شهید داده بودیم رفته بودیم با وزیر از وزرا اونجا گفتن ترکیه حضورش در بازارش 75 درصد ما سه تا 5 درصد حالا ترکیه از چهار دالان تروریست تربیت میکرد میفرستد داخل سوریه که بچه های ما رو شهید کنن مسلمان ها رو بکشن ولی ما در حوزه اقتصاد اون حضور رو پررنگ رو نداریم علتش عدم حضور پررنگ بخش خصوصی صحیح. خب نه علتش به خاطر بیشوری و سازمان فکری شیعه است چرا به در دیوار میزنی؟ مثلا از وقت میبینم که حامیان این رژیم الان سر همین انتخابات ملا علیز و اینا و یاسر جبراریه و آقای محب مثلا میشینم با همدیگه صحبت میکنم چی صحبت میکنم؟ آقا کجای دنیایی؟ که نه آقا مشکل نوع مشکل فلان و خفه شو کسی که امروز میگه مشکل نوع ببینید در یک زمانی اگر شما در زمان شاه نمیتونستی اسم خودتو بنویسی بهتون میگفتن بی سواد امروز اگر نتونی با کار کامپیوتر و با اپلیکیشن ها اینا سر کار داشته باشی بلد نباشی مثلا یه موبایلی روشن کنی کامپیوتری روشن کنی چهار تا سایتی مثلا بتونی بیاری بالا دو تا ایمیل بزنی بهت میگن بی سواد و البته در امروز به یه نکته دیگه میگن بی سواد کسی که مشکلات ایران را چیزی جز اسلام بدونه چیزی جز تفکر شیعه بدونه کسی که مشکلات ایران را نئولیبرالیسم بدونه چه چرا ربطی داره آقا مشکلات ایران را قربگرایی بدونه خفه شو مشکل اینا نه قربگراییه نه همجنسگراییه نه بنیان نه آقا ریشه مشکل شیعه است تفکر شیعه است ببینید ما اون زمانی هم که ادعا کردیم که آقا باید دفاع کنیم فلان کنیم خب یکی خب اپوزیسیون شرایطش که هر چه ما گفتیم خیلی بدتر از اون چیزایی هم که ما گفتیم وجود داشت یعنی دیدید که بعدا این بیشرفهایی که در این ور آب این همه سال دارن جوانای مردم رو تحریک میکنن تظاهرات کنید فلان کنید ال کنید خودشون در عمل تظاهرات که میشد در اروپا به یه چند تظاهراتی که خب همم هم شک شدن ولی بیشتر تظاهرات ها میگفتن آقا ما نمیتونیم خودمون کار داریم یعنی خودش از بیزنسش نمیتونست بگذره حالا یکی کارمنده اوکی ولی یکی مثلا یه مغازه مال خودش بود از بیزنس خودش نمیگذشت بعد میخواست مثلا بچهای مردم تو ایران از جانشون بگذرن این خودش چیز دیگه در همون لس آنجلس خیلی های از این رسانه‌های لس آنجلسی از بیزنسشون نگذاشتن بیان توی مثلا مرکز شهر تظاهرات بعد رهبراشون هم که دیدید برای فان آخر دعواشون شد خب بعد ما گفتیم آقا حالا که اینطوره این, این رژیم حالا به حال داره شیه شیه میکنه بذار از کارت شیعه در راستای منافع ملی استفاده کنیم ولی متاسفانه نمیشه یعنی اینا تفکر شیعه انقدر مسمومه که این شیعه بعد شما میبینید جنگ سوریه رو خب اوکی ما رفتیم دفاع کردیم اینا به نظرت من دیدم که آقا خب این دستاورد این جنگ سوریه برای ما چیه هیچ دستاورد. ما فقط مثل حمالا بریم به لبنان و به سوریه و به, ق... به, غیره کمک نظامی کنیم که چی بشه که اسرائیل رو نابود کنیم بعد هم میگن نه اینا که مزدور ما نیستن ما مثلا کمک میکنیم مزدور ما نیستن که ما می‌خوایم چی خب که اسرائیل رو نابود کنی چیکار کنی الان قدس رو مثلا بیاری تو کشورهای اسلامی یه بدبخت دیگه ای به بعد خب اسرائیل حداقل چهار تا دستاورد زندگی داره در حوزه کشاورزی در حوزه آب در حوزه پزشکی تو منطقه ما در حوزه پزشکی هم اسرائیل الان به حرفایی داره واقعا به صورت جدی توی خود منطقه بعد مثلا الان کشورهای اسلامی عراق و سوریه و لبنان چه گلی به سر منطقه زدن باز اسرائیل یه گلی زده به منطقه حداقل تو اون منطقه شرجی که بسیار بسیار وضعیت آب و اینا خرابه بالاخره در حوزه آب تونسته بخشی از مشکلات رو حل کنه بالاخره میخواد زندگی کنه چون میخواد زندگی کنه چون حکومت ماهیتش سکولاره چهار تا کار کرده ما گفتیم آقا شما از کارت شیه استفاده کن قدرت نفوذ ما رو تو منطقه اضافه کن که خب این بیاد رو سفره مردم دیگه خب شما بری به جنگی بعد امارات و ترکیه مثلا کاری نکنن بعد شما کشته بدید ولی درآمدش بره تو جیب امارات و ترکیه حالا ایشون اینجا ترکیه رو مثال زد همین اتفاق حالا نه در کل سوریه ولی در دمشق اصلا اقتصاد افتاده دست آقای محمد بن زاید اینا چیزای نکاتیه که بچه شیه هر چقدر بیاد حالا برای ما آقا, خود آقا کتابی که شما دارید میگی خودم نوشتم شما رو کتابی دارید بحث میکنید که آقا ما تا بعد از هخامنشیان رسیدیم به دریای مدیترانه خب پوفیوز اینا رو من کردم تو پاچتون اینا رو من اومدم مطرح کردم نه که دروغ گفته باشم ولی اینها بخشی از ببین مثل سریال دیگه این فصل اول سریال بوده شما مثلا یه فصل رو نگاه میکنی چهار قسمت رو همه چی رو نصفه تعریف میکنی بله ما از نظر نظامی رسیدیم به دریای مدیترانه ولی از نظر جایگاه اقتصادی که حقامنشیان در مدیترانه رسیده بودن اصلا برسی مدیترانه چه غلطی بکنی شنا کنی خب آقا برو دریای مازندران یا برو خلیج فارس خودمون برو کیش برو شنا کن دیگه تو فقط یک بخش صورتبندی مسئله رو از من میشنوی من هم گفتم ما رسیدیم بعد از حقامنشیان به مدیترانه یعنی چی؟ یعنی حقامنشیان که رسیدن به مدیترانه از قبالش کلی فعالیت اقتصادی به دست اومد نفوذ منظور ما نفوز نظامی است نفوز نظامی ب... ب... چی داره به همراه؟ اقتصاد نفوذ نظامی که توش اقتصاد نداشته باشد که حمالی است بس بر اینه من الان اینجا هی برنامه بسازم هیچ تأثیری تو جامعه نداشته باشه خب گل لگت میکنم ولی چی بسازم حتما یک نتایجی رو در کف جامعه میبینم از قبال برنامه های خودم که این آدم میره جلو انجام میده شما از قبال این حضور نظامیتون چی دیدی؟ با سازمان فکری شیعه میگه ما ضربه زدیم به اسرائیل خب تو آف درست هم میگه درست هم میگه ضربه زده به اسرائیل این چه نفعش به منه سازمان فکریش معیوبه نوع نگرشش معیوبه بله برای سازمان فکریش که ضربه به اسرائیل بزنه اقداماتی که انجام داده اقدامات قبل چیزی نبوده یعنی شما با سازمان فکری شیعه نگاه کنی غلط نیست مشکل اینه که سازمان فکریش معیوبه و ما با سازمان فکری ایران شهری رفتیم از این پوفیوزا دفاع کنیم که بتونیم اینا رو هدایت کنیم نگو اینا خیلی بیشورتر از این حرفان آقا سازمان فکری داغونه دیگه یکی مثلا معتاد به دزدی هوشش در اختیار دزدی قرار میده حالا تو به حال بیا بگو آقا یه مغازه بزنیم بیا حدود حلال در بیار. بیار این زاد این تو وجودش دوست داره دزدی کنه فکرم که میکنه با سازمان فکریه که یه جارو رو میخواد بزنه فکر میکنه چه ساعتی برم در رو واکنم کجا برم صورتم و دستکش بزنم که اثر انگشتم نمونه همه این کاراش درسته دیگه منطقه اصل کار بحث دوزیه یعنی در زیر مجموعه دوزی کارش درسته که دستکش بزنه اثر انگشتش نمونه اما در بحث کلانتر این نوع تفکر که یکی زندگیشو بر پایه دزدی گذاشته غلطه فهمیدید چی شد پس این آقایین شیعه تو منطقه بر اساس سازمان فکری شیعه کاراشون غلط نیست منتا تب... در یک نگاه کلانتر این سازمان فکری شیعه تایی زندگی توش نیست شهادت و بکش بکش و توهم و امام زمان و اینجور مسخره بازی اینجاست که راه ها جدا میشه بابت همین هم هست آقا ما برای چی الان مثلا توانایی اقتصادی تو سوریه نداریم چون این سازمان فکری نمیخواد داشته باشه سازمان فکری این شکلی فقط میخواد اونجا حضور نظامی داشته باشه که ضربه به اسرائیل بزنه گور بابای مردم ایران درده کجاست حالا فارق از اینکه این تباهه این درده اینجاست که بابت این حضور نظامی داره شیره اقتصادی ایران را میکشه منابع از من ایران بعد مصارف بابت تو توهمات تو شیعه پوفیوز انگشت وسط بین دوتا انگشت دارم حرام لقما میخواید برید اسرائیل رو نابود کنید گمشید برید با پول خودتون نه از منابع نفت من نه از منابع کشور من کل کشور منو رو شیرش رو کشیدی با اون چاهای اشتباهی آب شیره که به معنای واقعی آب این تنه زمین ما رو کشیدی زمین داره فرونشست میکنه که میخوای بری اسرائیل رو نابود کنی حتی نمیگه برم اسرائیل رو نابود کنم که در قبالش وضعیت اقتصادی مردم ایران خوب شا مریضن تفکر تفکر مریضیه شیعه شیعه مریضه ما با جریان شیعیانی که من با سازمان فکری اینا پنج سال که هشت رو نشت داشتم کامل شناختم اصل در بحث کلان بله اینا تو جزئیات میگن ما پیروزیایی داشتیم قطعا مثل یه دوزی که میگه من موفق شدم قطعا دوزی هم میره در یه جا دوزی کنه دستکش میزده که اثر انگشتش معلوم نشه بره در قاب صندوق مثلا رفته کلی سواد یاد گرفته که بتونه در قاب صندوق باز کنه اوکی موفق شده اصل کار اشتباهه اصل شیه غلطه اصل شیه برای همین عدل کارهای شیعه اقتصاد تولید نمیشه دیگه چون اصلا دغدغه نداره اقتصاد که میگه مال خره دیگه خودشون میگن میگن اقتصاد مال خره میگه که منابع ایران که هست شیره ایران رو میکشیم بالاخره به اهداف مریض خودمون که دنبال ظهور اون امام زمان دیوس هستیم دیگه میرسیم کل تفکر اینه ببخشید طولانی شد پاینده ایران بدرود